خانم آقایان، عرض سلام دارم خدمت همه شما بزرگواران بینندگان این برنامه. مسابقه چهار جوابی کتاب مقدس در خدمت شما هستیم و خیلی خوشحالیم که میتونیم از این طریق شما رو برکت بدیم و خدمت کنیم و خیلی خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان هستیم و خیلی خوشحال میشیم که خودتون رو معرفی کنیم. سلام، رامین هستم. خیلی خوش آمدین رامین جان. خیلی خوشحالیم که اینجا هستین. بفرمایید. عمیرا هستم. خیلی خوش آمدین. خوشحالیم که اینجا هستین و شما؟ پیام هستم. پیام عزیز، خیلی خوش آمدید. باعث خوشحالیه که هر سه نفر شما اینجا هستید. همه چی آروم، همه چی ذهن آماده. چند تا نکته کوچیک خدمتتون عرض می‌کنم و اون این که تو این برنامه و برنامه‌های دیگه هم همینطور بوده، 7 سوال از شما پرسیده میشه، از هر سه شما مساوی. 5 سوال اول یک امتیاز داره، یعنی هر سوال یک امتیاز داره در واقع. سوال ششم 2 امتیاز و سوال هفتم 3 امتیاز که در مجموع 10 امتیاز. مسلماً کسی که بالاترین امتیاز رو بگیره برنده این برنامه هست و مبلغ $100 به عنوان جایزه، کادو، برکت و هدیه و هر آنچه که هست تقدیم به ایشون میشه. من امیدوارم که هر سه شما برنده باشید. این آرزوی قلبی بنده است. اما سوال اول که یک سوال یک امتیاز هست اینگونه است. پولس گفت، یک آیه است، اگر کسی در مسیح باشد جای خالی. جای خالی با کدام گزینه پر میشه؟ 1. نوری است در تاریکی. 2. بر همه چیز غالب است. 3. خلقت تازه است. 4. از هیچ چیز نترسد. با صدای زنگ گزینه خودتون رو انتخاب کنید. بفرمایید. هر سه گزینه شماره 3 خلقت تازه است رو انتخاب کردین. رامین جان چی فکر میکنی در مورد گزینه ای که انتخاب کردین؟ حالا اون چیزی که یادمه از این آیه فکر کنم خلقت اگر کسی در مسیح باشد به نظر شما خلقت تازه است. تازه است بله. شما چی فکر میکنین؟ منم همینو میگم، خلقت تازه است، چیزای کهنه در گذشت. ادامش فکر میکنم. پیام جان من دیگه نمیتونم با این تفاصیل بیام سراغ شما، ولی خوشحال میشم از تو بشنوم. من این آیه رو توی پرستش خیلی استفاده میکنم. برام با اطمینان یادت. پس وقتی شما اینقدر قاطع دارین گزینه شماره 3 رو انتخاب میکنین، من هم مهر تایید میزنم به گزینه شما و گزینه شما گزینه درست شماره 3 است. اگر کسی در مسیح باشد خلقت تازه است. این آیه حاوی یکی از بزرگترین حقایق عهد جدید است. در هیچ کدام از کتاب‌های مذهبی و هیچ دینی عبارتی مشابه این عبارت یافت نمی‌شود که در صورت ایمان آوردن به پیامش پیروان آن خلقت تازه‌ای خوانده شوند. ولی زمانی که شخص در مسیح باشد انسانی نو خواهد شد. او خلقت تازه‌ای است. انسانیت کهنه با مسیح مصلوب شده است و خلقتی نو دارد. آمین. تبریک میگم. هر سه یک امتیاز گرفتید و سوال بعدی که یک سوال یک امتیاز هست اینگونه است. اولین افرادی که عیسی به آنها گفت از پی من بیایید چه کسانی بودند؟ 1. یوحنا و آندریاس. 2. پتروس و آندریاس. 3. یعقوب و یوحنا. 4. پتروس و یوحنا. با صدای زنگ اولین افراد رو مشخص بفرمایید. و انتخاب شما دو نفر گزینه شماره 3 رو انتخاب کردین. رامین جان گزینه شماره 3 یعقوب و یوحنا و همچنین شما یعقوب و یوحنا رو انتخاب کردید و شما گزینه شماره 2 پتروس و آندریاس رو انتخاب کردید. خب شما چی فکر میکنید راجع به انتخابتون؟ آیا شک دارید؟ آیا مطمئنید و یا هر آنچه که فکر میکنید؟ بین 2 و 3 بین 2 و 3 شک دارید. پتروس و آندریاس، یعقوب و یوحنا. یعنی اگر
می توانستید دوباره انتخاب بکنید، باز هم گزینه 3 رو انتخاب می کردین یا گزینه 2؟ 3 رو. 3 رو انتخاب می کردین. شما چطور؟ من فکر می کنم 3 درست. همچنان 3. یعقوب و یوحنا. یه چیزی که می خوام بگم، یعقوب برادر ناتنی عیسی مسیح بود، فقط محض اطلاع، شاید بخواد نظرتون عوض بشه، که اگر هم نظرتون عوض بشه من شرمندم چون نمیتونین گزینه رو عوض بکنین. و شما؟ من بین 2 و 3 شک داشتم، ولی یادمه که چون آندریاس فکر میکنم شاگرد یحیی بوده، از اولین کسا شاگرد یحیی بودن که به مسیح پیوست. بله، پس گزینه 1 هم یوحنا نبودم. بله، گزینه 2 میشه. گزینه 2 گزینه‌ای که شما خیلی بیشتر مطمئنی در موردش. شک دارم ولی گزینه صحیح این سوال، جواب صحیح این سوال هست گزینه شماره 4 نیست. نه، گزینه شماره 2 پتروس و آندریاس هست. بله پیام جان، درست انتخاب کردی. انجیل شرح می‌دهد که عیسی چگونه شاگردان خود را برگزید. او نخست به شمعون ملقب به پتروس و برادرش آندریاس برخورد که در دریای جلیل ماهیگیری می‌کردند. عیسی فرمود: از پی من آیید که شما را صیاد مردمان خواهم ساخت. ایشان بی تأمل کار خود را رها کرده از عقب او روانه شدند. به همان طریق او یعقوب و یوحنا را فراخواند. ایشان نیز همانند ابراهیم نمی‌دانستند که به کجا می‌روند، لیکن می‌دانستند که به همراه چه کسی می‌روند. عیسی با استفاده از قابلیت‌های طبیعیشان که ماهیگیری بود، آنها را تبدیل به عاملی مفید برای ملکوت خدا کرد. به همان طریق عیسی با استفاده از استعدادها و قابلیت‌های طبیعیمان، ما را تبدیل به شاگردانی مفید و مناسب می‌گرداند تا کاری را که او برایمان در نظر گرفته به انجام برسانیم. بله، خدا رو شکر برای خداوند که به توانایی‌ها و استعدادهای ما توجه می‌کنه و از اون استفاده می‌کنه برای جلال نام خودش. یک امتیاز شما دارید، یک امتیاز شما دارید و شما 2 امتیاز دارید، اما همچنان زمان هست برای جمع کردن امتیاز. پس سوال شماره 3 این گونه است: چه کسی عیسی مسیح را زمانی که هنوز یک کودک بود در معبد در اورشلیم شناخت؟ 1 نیقودیموس، 2 یحیی، 3 شمشون، 4 شمعون. با صدای زنگ مطمئن هستم که جواب سوال رو اعلام میکنید. فرمایید گزینه 4 رو هر 3 شما انتخاب کردین. شمعون. چرا شمشون رو انتخاب نکردین شما؟ بگم توی عهد عتیق بد باشه شمشون. بله، خب مثلا نمیتونست مثلا اسم یه نفر تو عهد جدید شمشون باشه. شما چرا یحیی رو انتخاب نکردین؟ من مطمئنم که شمعون. مطمئنین که شمعون بود. پیام جان، شمعون پیر باید عیسی مسیح رو میدید که به دنیا اومده. بله، آرزوش میرسیم. پس با توضیحاتی که شما دادید، من میتونم به شما بگم که گزینه صحیح گزینه شماره 4 هست، انتخابی که شما کردید. تبریک میگم به هر 3 شما عزیزان که هر 3 درست جواب دادید. یکی از نشانه هایی که در انجیل لوقا برای اثبات اینکه عیسی به راستی نجات دهنده یعنی مسیح موعود است این بود که وی به شخصی اشاره می کند به نام شمعون که در انتظار تسلی یعنی نجات اسرائیل بود. به عبارت دیگر وی در انتظار دیدن مسیح خداوند یعنی مسیح موعود بود که آمده بود تا قومش را نجات دهد. روح القدس به شمعون وحی نموده بود که تا مسیحای موعود را نبیند چشم از جهان فرو نخواهد بست. بنابراین هنگامی که مریم و یوسف عیسی را به هیکل آوردند،
شمعون در اثر وحی روح القدس عیسی نوزاد را فوراً شناخت و او را در آغوش گرفت. سپس شمعون خدا را تمجید کرد و اکنون می توانست در آرامش جان به جان آفرین بسپارد، چرا که نجاتی را که خدا وعده داده بود، یعنی نه تنها نجات اسرائیل بلکه نجات غیر یهودیان یا نجات تمامی جهان را دیده بود. این وعده در کتاب اشعیا باب 49 آیه 6 عنوان شده است. تبریک میگم به هر سه شما عزیزان که هر سه درست جواب دادید. سوال بعدی که دوباره یک سوال یک امتیاز هست، میتونه امتیازات شما رو بالا ببره، این سواله. احتمالاً این کتاب قدیمی ترین کتاب کتاب مقدس میباشد. 1. پیدایش، 2. مزمور، 3. ایوب، 4. اشعیا. بفرمایید. احتمالاً این کتاب قدیمی ترین کتابه. دو نفر پیدایش رو انتخاب کردید و یک نفر ایوب رو انتخاب کردید. سوال نمیتونیم بکنیم ازتون؟ بفرمایید. قدیمی منظورتون از قدیمی ترین یعنی چی؟ مثلا چطور؟ قدیمی ترین کتابی که عنوان شده از لحاظ نوشتاری که میتونه این قدیمی ترین کتاب باشه. شما چی فکر میکنید درباره پیدایش؟ فکر نمی‌کنم پیدایش باشه، ولی فکر نمی‌کنید پیدایش نه. باشه. شما مطمئن نیستم. من باز جواب صحیح رو فکر می‌کنم. شاید همین یکی که برداشتم درست یک باشه. و شما 120 درصد. 120 درصد مطمئنی که ایوبه. امکانش هست عوض کنم یا؟ خیلی دوست داشتم که میشد عوض کرد. یعنی اگه میشد عوض کرد تمام کمک خودمو می‌کردم که عوض کرد، اما متأسفانه نمیشه. اما گزینه صحیح اشعیا خب نیست. مزمور هم نیست. بین دو تا گزینه پیدایش و ایوب گزینه صحیح این سوال هست. گزینه شماره 3 کتاب ایوب. احتمالاً ایوب در دوران پاتریارک ها بین زمان ابراهیم و موسی میزیسته است. نام او در کتاب حزقیال به همراه نوح و دانیال ذکر می شود. این کتاب جزو شاهکارهای شعری به حساب می آید. موضوع این کتاب رنج انسان است که یکی از مهمترین مسائل حل نشده و عالمگیر می باشد. در این کتاب 4 دیدگاه یا عقیده اساسی درباره رنج می بینیم. دیدگاه شیطان، دیدگاه دوستان ایوب، دیدگاه ایوب رنج کشیده و دیدگاه نجات دهنده. در این کتاب واژه کلیدی آزمایش و امتحان است. کتاب ایوب به ما نشان می‌دهد که رنج و آزمایشات همیشه برای تنبیه ما نمی‌باشند. خدا گاهی اجازه می‌دهد رنج به زندگی ما بیاید تا درک و شناختی بهتر از زندگی داشته باشیم. خداوند همیشه ما را آماده می‌کند تا کاری را که هر یک از ما باید انجام دهیم به ثمر برسانیم و گاه خدا این هدف را از طریق رنج و آزمایشات به تحقق می‌رساند. او در هر شرایطی هدفی حکیمانه دارد و می‌خواهد خود را به ما نشان دهد. آمین. خدا از هر طریقی استفاده می‌کنه که خودش را به ما نشان بده. پس جمع امتیازات شما این گونه است: 2، 2 و 4. اما سوال بعدی همچنان وقت هست که باز یک سوال یک امتیازه می‌باشد. سوال این گونه است: عبارت پسر انسان در کدام کتاب عهد عتیق عنوان شده است؟ در بین این 4 گزینه کدوم گزینه درسته؟ 1. دانیال، 2. اشعیا، 3. ارمیا، 4. یوئیل. با صدای زنگ از بین این 4 گزینه گزینه مورد نظرتون رو انتخاب بفرمایید. رامین جان گزینه شماره 3 ارمیا رو انتخاب کردید. شما گزینه شماره 4 یوئیل رو انتخاب کردید و شما گزینه شماره 1 دانیال رو انتخاب کردید. من هم مثل شما موافقم که اشعیا رو پس حذف می‌کنیم. 3 گزینه باقی مونه که 3 گزینه‌ای که شما انتخاب کردید. یوئیل، چرا شما یوئیل رو انتخاب کردید؟ من
اتفاقی انتخاب کردید و شما گزینه شماره 3 ارمیا رو فکر میکنم اینجا دیده بودم توی ارمیا دیده بودی در ارمیا شما چی نظری دارید؟ دانیال 7:13 اشاره میکنه پسر انسان که از بالای ابر میاد که تو مکاشفه هم اومده بله گزینه صحیح گزینه شماره 1 است کتاب دانیال من تبریک میگم به شما اما توضیحات این گونه است دانیال و دوستانش از زادگاهشان در یهودا به تبعید برده شدند آینده آنها نامشخص بود اما همه آنها خصوصیاتی داشتند که آنها را برای خدمتگزاری در قصر پادشاه واجد شرایط می‌کرد. نخستین نشانه بزرگی دانیال در این نمایان می‌شود که او در نهایت آرامش حاضر نشد از اعتقاداتش دست بکشد. او کلام خدا را در زندگی خود پیاده کرد و حاضر نبود عاداتی را که از این امر به دست آورده بود تغییر دهد. دانیال اگرچه در دوران جوانی تبعید شد اما به ایمانش وفادار بود در سمت مشاور به دو پادشاه بابلی و دو پادشاه مادی پارسی خدمت کرد مرد دعا بود و نیز از مقامات دربار که عطای نبوت داشت در کتاب دانیال باب 7 چنین می‌خوانید چون در رویاهای شب می‌نگریستم دیدم که به ناگاه کسی مانند پسر انسان با ابرهای آسمان می‌آمد او نزد قدیم الایام رسید و او را به حضور وی آوردند. حکومت و جلال و پادشاهی به او داده شد تا تمامی قوم‌ها و ملت‌ها و زبان‌ها او را خدمت کنند. حکومت او حکومتی است جاودانه و بی‌زوال و پادشاهی او زایل نخواهد شد. آمین. خداوند ما زنده است. دعای ما اینه که مثل دانیال همه ما بتونیم کلام خداوند رو در زندگیمون عملی بکنیم و این عالیه پس جمع امتیازات شما هست 2-2-5 سوال بعدی که سوال شماره 6 هست یک سوال دو امتیاز است پس میتونید تغییری در نتایج و امتیازات خودتون به دست بیارید سوال این گونه است بعد از پادشاهی سلیمان حکومت به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم شد به حکومت جنوبی چه می گفتند؟ 1. یهودا 2. اسرائیل 3. لاویان 4. آساف بفرمایید هر سه شما گزینه شماره 1 رو انتخاب کردید و به نظر شما به حکومت جنوبی یهودا میگفتن درسته؟ مطمئن هستید؟ اسرائیل نمیتونست باشه به حکومت جنوبی؟ فکر میکنم همین باید باشه فکر میکنید همین باشه بله. شما چی؟ حکومت شمالی اسرائیل حکومت شمالی اسرائیل و شما؟ مطمئن هستید گزینه صحیح گزینه شماره اگر من یه گزینه دیگه رو بگم گزینه سه گزینه صحیح نیست مطمئنن پس گزینه 1 گزینه یهودا و انتخاب شما کاملا درست بود به هر سه شما تبریک میگم 2 امتیاز به امتیازات شما اضافه شد گناه سلیمان و قوم در ترک خدا و روی آوردن به بت‌پرستی مکروه دلیل اصلی تقسیم حکومت بود. دلیل دوم تقسیم حکومت برخورد پسر سلیمان رهوبئام با مردم بود که پس از او پادشاه شد. در نتیجه قوم شورش کردند و حکومت شمالی را تأسیس نمودند و یروبئام افسر سابق دولت سلیمان را پادشاه خود کردند. دلیل سوم تقسیم حکومت حسادتی بود که از دیرباز در شمال بین طایفه یهودا و طایفه بزرگ افرایم وجود داشت. اتحاد ثمره اطاعت آنها از خدا بود. اما در زمان نااطاعتی تفرقه امری غیر قابل اجتناب بود. پس از تقسیم حکومت کتاب مقدس نام اسرائیل را برای 10 حکومت شمالی که اولین پادشاه آن یروبئام بود به کار می‌برد. البته گاهی نیز حکومت شمالی را افرایم که با نفوذترین قبیله بود مینامند. از طرف دیگر حکومت جنوبی که شامل دو طایفه یهودا و بنیامین بود یهودا نام گرفت.
به هر سه شما تبریک میگم. دو امتیاز به امتیازات شما اضافه شد، 4، 4 و 7. اما سوال هفتم یک سوال سه امتیازه هست که اتفاقات جالبی میتونه بیفته. سوال این گونه است: نام نقره‌سازی که باعث شورش بر ضد پولس در افسوس شد. 1. آپولوس، 2. دیمیتریوس، 3. تایروس، 4. باراباس. و انتخاب شما میتونه کدام گزینه باشه. شما دیمیتریوس رو انتخاب کردین، شما هم دیمیتریوس رو انتخاب کردین و شما آپولوس یا آپولیس رو انتخاب کردین. شما مطمئنین روی انتخاب خودتون؟ این سوال آخره. من شاید باید یک مقداری باور کنید، با تمام وجود دلم میخواد به هر سه شما کمک کنم، اما اگر هم همین الان کمک کنم، قانون بر اینه که نمیشه گزینه رو عوض کرد. اما میخوام سوالی بپرسم که چرا دیمیتریوس رو انتخاب کردید؟ کاملا رندومی انتخاب کردم. کاملا به صورت اتفاقی. و شما؟ من مطمئنم. شما مطمئنین که دیمیتریوس هست؟ این سوال سه امتیاز داره و سه امتیاز به امتیازات شما اضافه میشه. و شما؟ هیچ نظری ندارم، فقط از اسمش خوشم اومد. از اسم مثلا یایروس قشنگ نیست. تایروس. اوکی، عالیه. من خب گزینه 4 رو حذفش میکنم چون باراباس نیست. گزینه 3 هم حذفش میکنم، تایروس هم نیست. و گزینه درست این سوال سه امتیازی هست گزینه شماره 2، دیمیتریوس. بله، کاملا درست گفتین. تبریک میگم به هر دوی شما. و این همون دقیقا اتفاق جالبی بود که من قبل از این سوال پرسیدم. شما 7 امتیاز داشتین و شما 3 امتیاز هر دوی شما کمتر داشتید و با این که شما میتونستی برنده مسابقه باشی، باعث خوشحالی منه که هر سه شما برنده شدید و هر سه شما به امتیاز 7 رسیدید. به هر سه تون تبریک میگم. در کتاب اعمال رسولان باب 19 بلوا در افسوس را می‌بینیم. مردم افسوس معبد پرشکوهی را به افتخار الهه آرتیمیس بنا کرده بودند. نقره‌کاری دیمیتریوس نام که تمثال‌های نقره‌ای از آرتیمیس می‌ساخت و از این راه درآمدی سرشار عاید صنعتگران کرده بود، ایشان و صاحبان این گونه حرفه‌ها را گرد آورد و به آنها گفت: ای سروران، می دانید که این پیشه مایه رونق و روزی ما است. اما چنان که می بینید و می شنوید، این پولس نه تنها در افسوس بلکه به تقریب در سرتاسر آسیا بسیاری را متقاعد و گمراه کرده است. او می گوید خدایان ساخته دست بشر خدا نیستند. پس این خطر است که نه تنها کسب ما از رونق بیفتد، بلکه معبد الهه بزرگمان آرتیمیس نیز حقیر گردد و او که در آسیا و سر تا سر جهان پرستیده می شود، عظمت خود را از دست بدهد. چون این را شنیدند، به غایت خشمگین شده فریاد سر دادند که بزرگ است آرتیمیس افسوسیان. در تمام شهر آشوبی به پا شد. مردم یک پارچه به سوی میدان مسابقات هجوم بردند و گایوس و آریستارخوس را که اهل مقدونیه و از همراهان پولس بودند، کشان کشان با خود می بردند. پولس خواست در برابر جمعیت ظاهر شود، اما شاگردان نگذاشتند. من به هر سه شما عزیزان تبریک میگم. هر سه شما برنده این قسمت از مسابقه بودید با کسب 7 امتیاز هر کدومتون مساوی و به هر سه شما مبلغ نقدی در واقع تقدیم میشه. اما قبل از اینکه خداحافظی بکنم، خیلی دوست دارم اگر هر کدوم از شما نظری راجع به یکی از سوالا داشتین یا برکتی دارین، خوشحال میشم بشنوم. پیام جان بفرمایید. من راجع به کتاب ایوب میخوام بگم. بله، خواهش میکنم. خیلی موقع ما زجر میکشیم، بعد یکی که جلومون قرار میگیره میگیم تو جای ما نبودی. بله. اگه تو هم بیای جای ما، این حرفا رو نمیزنی. ولی نگاه میکنیم که خداوند خودش جس پوشید
و بدتر از ایوب زجر کشید. بله. و حتی بدنش سوراخ شد. پس هیچ گله‌ای نمیتونیم از خدا داشته باشیم. اگه جای من بودی اینجوری نمیشد. بله. مرسی. خوش. مرسی. خدا برکت بده شما رو. و شما رو خدا برکت بده. پر از قوت و برکت خداوند باشید. تمام هدف ما اینه که این برنامه‌ها باعث برکت و بنای شما باشه. شما رو به دستان پرفیض خداوند می‌سپاریم تا برنامه آینده. خدا نگهدار. Thank you.